واجنامی سیاسی و اجتماعی دو واجه حزب و خورد بجوازی چله هشت حزب حزب عبارت است از یک سازمان سیاسی که در آن هم فکران و طرفداران یک آرمان داوطلبانه گرد می آیند. و علال آگاهترین عناصر یک طبقه یا اقشار اجتماعی متعدل منافع را گرد می آورد بیانگر منافع اون طبقه یا قش بوده و آن را در مبارزات اجتماعی رهبری می نماید در جریان تکامل سرمایداری سازمان های سیاسی پرولتاریا و برجبازی دو طبقه اساسی جامعه سرمایداری و چه بسا سازمان های سیاسی طبقات دیگر تشکیل می شود. علت اساسی تعدد احزاب برجوازی در برخی از کشورهای سرمایداری وجود گروهها و اخشار مختلف در طبقه سرمایدار و مبارزی داخلی آنها برای کسب قدرت حاکمه است. به علاوه بورژوازی از وجود چندین حزب با غیافه ها و نقاب های مختلف برای فریب و اقوای توده های مردم استفاده می کند تا آنها را از مبارزی سریح و روشن طبقاتی منحرف سازد. در مرحله امپریالیسم انحصارگران و زمامداران در مقابل جنبش توده ها به دیکتاتوری و اقتناق متوسل می شند. و احزاب فاشیستی به وجود میآورند. آورند. احزاب فاشیستی در حقیقت گروه های ضربتی سرمایداری هستند. برجوازی همچنین با استفاده از آریستوکراسی کارگری سعی می کند که سازمان های رفورمیستی برای فریب کارگران ترتیب دهد. حزب پرولتری، حزب مارکسیستی لنینیستی، سازمان سیاسی طبقه کارگر، مدافع و بیانگر پیگیر منافع همه توده های زحمتکش است. حزب طبقه کارگر است که می تواند رهبری صحیح مبارزه طبقاتی زحمتکشان را به دست گیرد. از همه انواع مبارزه استفاده کند و در آن صحیح تمام اشکال آن را تأمین نماید. در دوران امپریالیس هنگامی که انقلاب سوسیالیستی به صورت وظیفه عملی بلاواسطه در می آید نقش حزب بسیار با اهمیت است احزاب پرولتاری در فعالیت خود آموزش مارکسیس بلنینیسم علم انقلابات اجتماعی و بنای جامعه نوین را رهنمای خود قرار می دهند و متقابلا با تجربی خود آن را غنی می سازند. کمونیست از آنجا که پیشاهنگ و پرچندار انقلابی ترین طبقه جامعه معاصر و رهبر همه زحمتکشان هستند از آنجا که با تئوری انقلابی و علمی و موازین سازمانی مستحکمی مجهز هستند احزاب ترازنوین را تشکیل میدهند که با احزاب ترازکوهن کارگری که در انترناسیونال دوم شرکت داشتند تفاوت کیفی دارند. ایجاد کننده و آموزگار احزاب ترازنوین کمونیستی ولادمیر الیچ لنین است. نام او و تعالیم او عمیقا با احزاب پرولتری به هم پیوسته است. تعالیم او می آموزد یک حزب مارکسیستی گردان پیشاهنگ مبارزی انقلابی پرولتاریا است. حزب مارکسیستی که عالی ترین شکل سازمانی پرولتاریا است تمام سازمانهای دیگر پرولتاریا اتحادیه ها کوپراتیف ها و غیره را به هم پیوند می داد. آنها را از لحاظ سیاسی رهبری می کند و فعالیت آنها را در جهت نیل به هدف واحد یعنی سرنگونی سرمایداری و ایجاد جامعه سوسیالیستی سوق می دهد. حزب کارگری پیشاهنگ پرورتاری پیشاهنگی که قادر است قدرت را در دست گیرد. تمام خرق را به سوی سوسیالیست ببرد. امر ساختمان زندگی اجتماعی بدون برجوازی و علیه برجوازی را رهبری کند. آموزگار و رهبر و پیشوای تمام زحمتکشان و استثمار شوندگان باشد دو حزب مارکسیستی از اون جهت میتواند نقش پیشاهنگ گردان مترقی طبقه کارگر و رهبر تمام خرق را اجرا کند که مجهز به تئوری علمی مارکسیستی است قانونمندی های عینی تکامل اجتماع را میشناسد و عملا میتواند از این قوانین عینی تعیین کننده به سود تحول انقلابی جامعه استفاده کند و نقش عامل ذهنی فعال و قاطع را ایفا نماید. 3 حزب مارکسیستی که گردان پیشاهنگ و آگاه پرولتاریاس پیوسته آگاهی سوسیالیستی را در توده های وسیع کارگر رشد و پرورش می‌دهد. طبقه کارگر را از نفوذ ایدئولوژی فاسد برجوازی مسون می دارد. با هر گونه کوششی که در راه قلب و تحریف مارکسیس به عمل آید به طور آشتی ناپذیر مبارزه می کند و مارکسیس را بر اساس نوترین دستاوردهای علم و فعالیت اجتماعی رشد می دهد. چهار حزب مارکسیستی فقط گردان پیشاهنگ و آگاه طبقه کارگر نیست بلکه گردان متشکل طبقه کارگر نیز هست گردانی که افراد آن را خاص مشترک تحقق افکار انقلابی مارکسیسم لنینیسم به هم پیوند می‌دهد در حزب جایی برای فراکسیونیسم و گروه بندی جایی برای اپورتونیسم چپ و راست که میکشند وحدت صفوف حزب را برهم زنند آن را از درون متلاشی سازند و از این را قدرت رهبری مبارزه طبقاتی پرولتاریا را از آن سلب کنند نیست پنج حزب مارکسیستی حزب باقی خلق و محل تجمع بهترین نمایندگان خلق است و با هزاران رشته با توده های وسیع زحمتکشان رابطه دارد از اونجایی که حزب مظهر خواسته ها و تمایلات خلق و مدافع پیگیر منافع مبرم و اوست از اعتماد و پشتیبانی توده های مردم برخوردار است نیروی قلب ناپذیر حزب مارکسیستی در همین ارتباط با خلق و برخورداری از پشتیبانی و توجه خلق است حتی در دشوارترین شرایط اختناق فاشیستی پیوند حزب با تودی مردم وسیقه زندگی و مبارزه و شکست ناپذیری آن است شش موازین لنینی زندگی حزبی بر اساس سنترالیست دموکراتیک قرار دارد مراعات اکید این اصل لنینی قانون انکار ناپذیر فعالیت احزاب کمونیستی است این موازین حفظ وحدت حزب تأمین استحکام ایدئولوژیک پرلتری، اجرای اصل دموکراسی حزبی و رهبری جمعی کوشش در راه حفظ و تأمین ارتباط رهبری با اعضای حزب و حزب با توده های وسیع زحمتکشان اجتناب از کیش پرستش شخصیت که صد راه تکامل فکر خلاق و ابتکار کمونیست هاست انتقاد و انتقاد از خود در صفوف حزب را ایجاب می نماید هفت مبانی ایدئولوژیک و سازمان حزب کمونیستی در مبارزه با رویزیونیسم و اپورتونیسم از یک سو و دوگماتیسم و سکتاریسم از سوی دیگر تحکیم می‌یابد. انحراف نخست روح انقلابی مارکسیس را قلب می کند مروج ایدولوژی برجوازی در تئوری و عمل است نیروی مبارزه علیه امپریالیس و استثمار و استبداد و استعمار را از کارگران و توده های زحمتکش سلب می نماید انحراف دوم کمونیست ها را از قشرهای وسیع زحمتکشان جدا می کند کار را به عملیات چپروانه و ماجراجویانه می کشاند. احزاب انقلابی را از غنی ساختن مارکسیس بلنینیز بر اساس تحلیل علمی و انتباق خلاق آن در شرایط مشخص محروم می سازد. مانع ارزیابی درست تجربیات نو و اوضاع و احوال متغیر می شود. چهلونا خرد برجوازی خرد بورژوازی اصطلاحا به اون تولید کنندگان کوچک کالا میگویند که از طرفی صاحب وسایل تولید هستند ولی از طرف دیگر اغلب خودشان کار تولیدی انجام میدهند و معمولا از کار دیگری بهره کشی نمی کنند. بسیاری از پیشوران صاحبان حرف و دهقانان صاحب زمین از این دستند تجار کوچک و کسبه و برخی اخشار متوسط دیگر جامعه نیز در این دسته وارد می شوند. خرد برجوازی قشر واسطه بین برجوازی و پروتاری که اده کمی از آن در جریان تکامل سرمایداری مبدل به سرمایداران می شوند و قسمت اعظم آن به تدریج به کارگر و یا در روستاها با از دست دادن زمین به کارگر کشاورزی مبدل می شوند این وضع مبین خصلت دوگانی این قشر است زیرا که برجوازی چون از تکامل سرمایداران و رقابت آنان متضرر می شود دچار ورشکست و خانه خرابی می گردد و از آنجا که خود زحمت میکشد لذا به سوی پرولتاریا تمایل دارد و متحدی در مبارزه علیه برجوازی است و از جانب دیگر چون خود دارای وسایل تولید است به سوی برجوازی تمایل دارد این وضع موجب می شود که در مبارزه طبقاتی وضع پیگیر نداشته و قادر به اجرای یک سیاست مستقل طبقاتی نباشد طبقه کارگر و حزب وی می تواند و باید این متحد بالقوه را به سوی خود جلب کند اتحاد کارگر و دهقان و تأمین رهبری پرولتاریا اتحادی که همه طبقات و اخشار زحمتکش شهر و ده را در برگیرد، گیرد وسیقه پیروزی بر سرمایداری و زفرمندی انقلاب سوسیالیستی است.